سلام علیکم، چطوری قربونتون برم؟ بالاخره اولین قسمت از فصل سوم زخم کاری بعد از مدت‌ها انتظار منتشر شد و اولین زنخ رو توی خود تیتراژ طبق روال بهمون داد که ببینیم سناریو به چه شکلی میخواد جلو بره. روایت فصل سوم بر اساس نمایشنامه شاهلیر و ریچارد سومه. اما ما که از تراژدی و نمایشنامه چیزی سر در نمیاریم، نگران نباشید. من اومدم با بررسی کامل و موشکافی و بهتون بگم که چه چیزی قرار رخ بده. فقط بهتون اینو بگم که این پیشبینی برای اولین بار داره انجام میشه و بعد از ما حتما افرادی هستن که اسکی بره. پس طبق روال قربون شکلتون برم، یه لایک خوشگل و ملیسی بزنید روی پست و اگه مشترک چنل نیستید همین الان دکمه سابسکرایب و شالاب بزنید روش تا بریم و بیاییم. زخم کاری توی فصل اول و فصل دوم هر دوبار از نمایشنامه استفاده کرد و دقیقاً مو به موی اون رفت جلو. اولیش نمایشنامه مکبث بود که شخصیت جواد عزتی یا همون مالک رو جوری توصیف میکرد که قصد آزار و اذیت و اینجور کارا رو نداره، درست؟ اما آروم آروم تبدیل میشه به یک فرد شرور جانی و دیدیم که دقیقاً با کمک سمیرا جان مالک ما تبدیل شد به یک هیولا. توی فصل دوم از نمایشنامه هملت استفاده کرد که کل جریان نمایشنامه گیس و گیسکشی و پدر کشتگی و عاشقی و مرگ و این جریانات بود که دقیقاً بازم مو به موی همون کپی برابر اصل محمد حسین مهدویان اجرا کرد. حالا توی فصل سوم اومد یه کلکی زد به ما. چیکار کرده؟ گفته بر اساس ریچارد سوم و شاهلیر. حالا ریچارد سوم چی بود؟ اگه بخوایم بر اساس شاهلیر بگیم یک قضیه دیگه است و اگه بخوایم در مورد ریچارد سوم بگیم دقیقا میشه همین مالکی که ما میبینیم. اما مهدویان برای اینکه مخاطب نتونه دستش رو بخونه این دوتا رو در کنار همدیگه گذاشته که یک سری گره ها رو نتونه پیش بینی کنه. ولی اشتباه کردی قربون شکلت برم، تا زمانی که امثال من هستن گرهی باقی نمیمونه. چفیر شدن اینا رو ولش کنیم برسیم به اصل موضوع. ببینید توی نمایشنامه شاهلیر اون خود آقای لیر سه تا دختر داشته، ازشون میخواد که بیاید پدرشون رو توصیف کنن. اولیه میگه چه بابای خوبی دارم، اصلا عالیه، من همچین پدری تا حالا ندیدم. شاهلیر میگه دم شما گرم، بفرما اینقدر پول. دوم میگه بابای من یکیه، خدا شاهد اگه بابام نبود یه پسر همسایه بودی سری رود کراش میزدم میرفتیم. شاهلیر سری جلوی دهن دختره رو گرفت، گفت دختر ندارم که، ماشاءالله خراب پرورش دادم. ولی سومی چاپلوس نبود، میگه بابای دیگه، حالا چی کارت کنیم، پدر دختریم، همین، چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. شاهلیر هم میگه اه اینجوری هست، بزن به چاک خونه شوهر. و این مابین شاهلیر از دختر اولی که چاپلوس بوده رکب میخوره، میفهمه که نه خیر، این فقط یه چاپلوس دهن فلانه که منو اسکولم کرد، گفتش که پدر خوبیم. میره دنبال دومی، میبینه اونم به درد نمیخوره، اونم فقط لب و دهن بوده. سومی هم که داده بود خونه شوهر میشه ملکه فرانسه. یه ذره درگیر زندگی میشه این ور و اون ور، یک سری قضایا میشه، جنگ و خونریزی و این داستانا، که کلا این شاهلیره متوجه میشه که دختر سومیه چقدر مهربون بود، چقدر خوب بود. اما متاسفانه زمانی متوجه میشه که دخترش در آغوشش داره جان میده، خودش هم دق میکنه و سقط میشه. اینجا حالا این چه ربطی به مالک داره؟ تا اینجاش خدا شاهد خود منم نفهمیدم، چه برسه به شما. حالا بریم سراغ نه شوخی میکنم، در ادامه حتما بهتون میگم که چه ربطی به هم دارن و خیلی هم این شباهت جالبه. حالا بریم یکم در مورد ریچارد سوم هم حرف بزن. هی چی کار میکنم؟ میگه آقا اگه میخوای من پادشاه بشم بعد فلان نفر رو برید برای من حذف کنی تا من بیام. اونا میگه خب باشه تو بیا، ما اونو میریم برای حذف میکنیم. میگه باید همون چیزی که من میگم و انجام بدی تا من منت بذارم پادشاه بشم. اونا میگن باشه دمت گرم پوفیوز، انجام میدیم تو پادشاه شو. بازم اینجا یک شباهتی رو ما میبینیم. کدوم شباهت میذارم آخر سر با هم دیگه میگم که متوجه بشیم. البته یک نکته توی نمایشنامه ریچارد سوم هست، اونم این که پادشاه خیلی سری به چوخ اعلا میره و پادشاهان بعدی سری میان و حکومت رو ادامه میدن. خب الان به نظرتون توی فصل سوم مالک بازم کشته میشه؟ بذارید بهتون بگم. ببینید فصل چهارم زخم کاری هم درست شده و در هوشبند فصل سوم اونو میخوام منتشر کنم.
از اونجایی که توی فصل دوم به دلیل اینکه جواد حضور نداشت کلی ضرر و زیان کشیدن، مسلماً در فصل چهارم هم مالک رو ما خواهیم دید. اما چطور بعد این دو تا روایت رو به همدیگه متصل کنیم؟ ببینید، توی قسمت اولی که امروز منتشر شد، کیمیا توی تیم مالک بود، درسته؟ فرستادش دنبال سیما، گفت سیما میخوام بیارم توی تیم. تا اینجا اون دو تا دختره شاهلیره آماده است. کیمیا هی موقع مالک رو میخواد بزنه، میگه بابا دختر خوبیه سمیرا، اونجوری که فکر میکنه نیست، خراب ولی اونقدر نه. ولی مالک میگه نه خیر آقا، گوره باباش. و اینجا دقیقا نشونه دختر سومی رو ما میبینیم که مالک اونو دور میاندازه، ولی در آخر میفهمه که اون دختر سومیه چقدر به دردش میخورده که میشه دقیقا سمیرا. و از اونجایی هم که سمیرا هی عادت داره اون اسلحه شاکش رو بذاره روی شقیقش دوباره بکنه تو جیبش، احتمال خودکشیش متاسفانه وجود داره. و یه نشونه جالب دیگه که دختر سوم شاهلیر که ما فکر میکنیم سمیرا باشه و نزدیکتر میکنه به ماجرا، سکانس طولویی بود در زیر بارون، یه سکانس کاملا رمانتیک خشن که طولویی میگفتش که سمیرا جان عزیزم، جون مادرت، بیا تو تیم من، بیا با من همکاری کن. مالک فکرای بدی داره. سمیرا میگفت من عزیز تو نیستم پوفیوس، تو بچه نازنین منو زدی خار و مادرشو یکی کردی، چجوری برگردم با تو؟ و از اونجایی هم که مالک حوصله سمیرا رو نداره، احتمال خیلی قوی سمیرا میره توی تیم طولویی، حتی باش ازدواج میکنه، مثل دقیقاً دختر سوم شاهلیر که تو اون نمایشنامه زده بود دختر سوم میشه ملکه فرانسه. و اینجا میبینیم طولویی خودش ماشاءالله یه پاشاهه. و در آخرم جنگی که بین طولویی و مالک انجام میشه، فقط ثمرش یک قربانی و اونم میشه سمیرا، که احتمال قوی سمیرا در آغوش مالک سمیرا جان پرپر میشه. من حاضر بودم کل عمرمو بدم ولی زنده باشه. واقعا سکانس خیلی دردناکی، فکر کنم باش روبرو خواهیم بود. و اونجا دیگه مالک این سکانس رو که میبینه تو همون آغوش سمیرا، اون رومانتیک هم باید دق کنه دیگه، اصلا مگه میشه دق نکنی پوفیوز؟ 20 سال با زن زندگی کردی، غذا بهت داده، بچه هاتو بزرگ کرده، بعد تو هم دق کنی دیگه. دیگه یه چیز طبیعیه. اون موقع میفهمه که واقعا بین این همه گلهایی که اومد، تنها گلی که باعث شد من یک مالک وحشی بشم و همیشه به فکر قدرت من بوده جان فلان، همین سمیرا خدا بیامرز بوده. و احتمال رکب خوردن مالک از سیما و کیمیا هم وجود خواهد داشت. چرا؟ چون طبق نمایشنامه دختر اولی و دومی اعتنایی به پدره نمی کنن. از اونجایی که مهدویان تغییری در سناریو نمیده، احتمالا رخ میده. حالا منتظر قسمت های بعدی باشید، پازل ها رو تکمیل میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.